این نمونه ای آزمایشی است که نشان می‌دهد در آینده داشبوردها چگونه خواهند بود. سیستم ناوبری سه‌بعدی است که می‌تواند بگوید آیا به یک فنجان قهوه نیاز دارید، آن را برای تان سفارش دهد و اتومبیلتان را به سمت محل برداشتن آن جهت دهی کند. نام این سیستم دستیار رانندگی ساختگی یک پارچه یا IIDA 2.0 است. به گفته این دانشمند MIT، به زودی سیستم های ناوبری GPS با دستگاه های تعاملی که میتوانند به صورت بلادرنگ یا ریل تایم اطلاعات را پردازش یا فیلتر کنند جایگزین میشوند. سیستم های ناوبری امروزه موجود در اتومبیلتان گاهی اوقات خسته کننده هستند. مثلا تصمیم میگیرید مسیر دیگری را انتخاب کنید و سیستم ناوبری مرتبا میگوید محاسبه مجدد لطفا به عقب بروید. بنابراین مسئله این بود که آیا میتوان کسی را به عنوان سیستم ناوبری داشت که بیشتر شبیه یک دوست همراه باشد؟ اولین نسخه آیدا رباتی بود که پروفایلی از راننده درست می کرد. رفتار عادات او رو یاد می گرفت و توصیه های مفیدی درباره مقصدهای ممکن ارائه می داد. نسخه جدید این ربات شبیه دوست رو با نقشه تعاملی سبادی جایگزین کرده است. می تواند به راننده و اقسام اطلاعات به روز بدهد. از وضعیت ترافیک گرفته تا وضعیت توییتر بهترین دوستتان. دانشمندان MIT میگویند این سیستم جدید از طریق تشخیص حرکات و حالات دست کار می کند و به رانندگان اجازه می دهد تا از طریق اشاره انگشتان به تعامل با صفحه نمایش بپردازند. Uh, یادتان میآید می که قبلا از نقشه های کاغذی استفاده می کردیم و گاهی اوقات وقتی در اتومبیل تنها بودید و در حال رانندگی نقشه را روی داشبورد می گذاشتید و سعی می کردید آن را دنبال کنید این خیلی سخت است. زیر نقشه از داشپورت می افتاد پایین این همان چیزی است که می خواهیم در آیدا به آن برسیم اما به شکلی جامعتر. نقشه دیجیتال تهیه کنیم که تا حد امکان با آنچه که به صورت فیزیکی از شهر می نزدیک باشد Uh, to where we see the city. با اینکه شهرها هر لحظه با اطلاعات بلادرنگی بمباران می‌شوند اما این تیم میگوید که آیدا میتواند بر طبق خواست و ترجیح راننده اطلاعات را فیلتر کند اما اگر بیش از یک شخص در اتومبیل باشد چه مثلا مردی در حال رانندگی است و همسرش روی صندلی کناری او نشسته باشد آیا آیدا چیزی به این سادگی را متوجه می‌شود که همیشه ی همیشه حق با خانم هاست این کامپیوتر این توانایی را دارد که بفهمد چه کسی راننده است و با او در تعامل باشد و با پروفایل درستی منطبق شود اگر چند نفر در اتومبیل باشند و مخصوصا یک زن و شوهر هنوز قصد نداریم به آن بپردازیم